پارلمان بریتانیا به ترزا می نخست وزیر آن کشور 2 هفته فرصت داده تا با مذاکره با وزرای اتحادیه اروپا طرح جدیدی را برای خروج بریتانیا از این اتحادیه ارائه دهد. به لندن می رویم تا همکارم رضا اللهیاری ما را در جریان جزئیات بیشتر قرار دهد. رضا، نخست وزیر بریتانیا تا چه حد می تونه در این امر موفق بشه؟ تنها 58 روز به ضرب الاجل تعیین شده برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مونده و شب گذشته قانونگذاران در پارلمان این کشور با اختلاف ناچیزی به متمم مورد حمایت دولت درباره تعویض اونچی که قبلا در مورد مرزهای بریتانیا و ایرلند شمالی پس از برگزیت توافق شده بود رأی دادند. منتها دقیقاً بیان نکردند که این گزینه جدید چی باید باشه. اما جالبه که دقایقی پس از اعلام رأی پارلمان بریتانیا، دونالد تاسک رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای باز کردن مجدد پرونده آمادگی نداره. سخنگوی آقای تاسک به خبرنگاران گفت که طرح توافق خروج بریتانیا از اتحادیه به قوت خودش باقی میمونه. همینطور توافق در مورد مرزهای ایرلند با بریتانیا. به تأکید کرد که طرح توافق خروج بریتانیا امکان مذاکره مجدد نداره. با این حال نگرانی در بین دیگر اعضای اتحادیه اروپا با شرایط پیش اومده روز به روز بیشتر میشه. نگرانی عمده‌ای در اقتصاد در مورد خروج تنظیم نشده بی برنامه در پایان ماه مارس وجود دارد که می‌تواند به پیچیدگی‌های مهم اقتصادی میان بریتانیا با سایر کشورهای اروپایی بیانجامد. این صدمات به بریتانیا بیش از دیگران ضربه خواهد زد. اقتصاد آلمان صادرات زیادی به بریتانیا دارد و همین امر سبب می‌شود سیاست دولت فدرال تلاش هرچه تمام‌تر برای جلوگیری از خروج بی برنامه بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد. پارلمان بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا بدون داشتن توافق رضایت نخواهد داد. با این همه نخست وزیر بریتانیا امیدواره که خروج از اتحادیه همراه با یک توافق مورد قبول پارلمان باشه. در جبهه داخلی با توجه به جلسه دیشب پارلمان، خانم می تا چه حد میتونه از حمایت احزاب دیگر از جمله حزب کارگر برخوردار باشه؟ جرمی کوربین رهبر حزب مخالف پس از تصویب متممی در پارلمان در شب گذشته علیه خروج بدون توافق اعلام کرد که حاضر با خانم می ملاقات کنه. این یکی از شروط اصلی رهبر حزب کارگر برای گفتگو و همکاری با نخست وزیر بریتانیا بود. این دو نفر قرار امروز با هم دیدار کنند. از جمله دیدگاه‌های آقای کوربین میشه از روابط تجاری محکم در یک بازار واحد، تضمین حقوق کارگران، استانداردهای مصرف و حفظ محیط زیست نام برد.